بسم الله الرحمن الرحیم. علاقه مندان برنامه چراغ هدایت، دوستداران و خوبان برنامه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که بار دیگر با گذشت یک روز در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم. شما عزیزانی که بیننده برنامه چراغ هدایت هستید، در اول برنامه تلاوت چند از کلام الله مجید را داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آیا اینها نمی دانند خداوند آنچرا پنهان می دارند یا آشکار می کنند می دانند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. و پاره از آنان عوامان هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمیدانند و تنها به پندارهایشان دل بستند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر آنها که نوشته با دست خود می نویسند، سپس می گویند این از طرف خداست تا آن را به بهای کم بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقفتا هرگز آتش دوزخ جز چند روز به ما نخواهد رسید. بگو آیا پیمان از خدا گرفته اید؟ و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد. یا چیز را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟ بله، من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آری، کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه. کار امروز را به فردا مگذار. چی میدانیم که آیا لحظه بعد ما حیات باشیم یا خیر؟ علل خصوص در قبار مسئولیت دینی خود که باید همان لحظه وقتش رسید انجام داده شد. ارشادات مفتی صاحب شمس الرحمن فراتن را داریم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما در رابطه با عوامل خوشبختی و سعادت آغاز گردیده بود و در حلقه قبلی در مورد سه عامل سعادت و خوشبختی صحبت صورت گرفت. یکی که انتظار غمها را نباید داشته باشیم.
نسبت به الله سبحانه و تعالی خوشبین باشیم. دو، زندگی کوتاه است و آن را با افکار خطرناک و با کارهای له و لهب نباید از بین ببریم. سه، از سخن گفتن با افراد حسود و کینتوس ترس نداشته باشیم، زیرا افراد حسود و کینتوس با کسان حسادت میکنند که آنها سیادت میکنند. چهارمین علت سعادت و خوشبختی این است که ما به مسائل که مفید و ثمر بخش است همیشه فکر بکنیم و از فکر کردن بر سر مسائل و قضایایی که به دین ما، به دنیای ما، به صحت ما، به عقل ما فایده ندارد جدا اجتناب ببرزیم. همیشه فکر خدا، عقل خدا، منطق خدا در جاهای بکار بیندازیم که بالاخره از بکارگیری فکر و عقل و منطق خود در همان جای بر ما یک فایده و منفعت دینی و دنیوی برسد. پنجمین علت سعادت و خوشبختی یک انسان این است که کار امروز را به فردا نباید بگذاریم، تسویف نکنیم، چونین زندگی نکنیم که برو فردا این کار باز من میکنم. ولو که امروز صحت داری، امروز وقت داری، چانس داری، فرصت داری که کار به وجه احسن انجام بدی، ولی بدون کدام دلیل و بدون کدام عذر جدی کار امروز خود را به فردا میگذاری، این کار سبب ازی میشه که تو را از مسیر سعادت به طرف شقاوت و بدبختی منحرف بسازد. لحاظا هر کاری که امروز در پیش داری آن کار را به روز آینده واگذار مکن. ششمین علت و یا سبب سعادت و خوشبختی این است که در ابتدا هر آن کاری که مهمتر است آن را باید انجام بدهیم. یعنی ما اولویت ها را در نظر بگیریم، ما چیزهای را، کارهای را اولا انجام بدهیم که با انجام آن کارها ما می توانیم که بهتر و خوبتر به قله های موفقیت برسیم. مثلا در عرصه علم یک نفر به علم دین هم ضرورت داره، به علم دنیا هم ضرورت داره. باز در عرصه علم دین، علم فقه هست به طور مثال، علم حدیث است، علم اخلاق است، علم معاملات است. حالا چی کار بکنم؟ در عرصه علوم دینی و دنیوی، دنیوی را اول بگیرد یا دینی را؟ نه، دینی را، زیرا دنیای تو تا وقت را جور نمی شود، آباد نمی شود و منظم نمی شود تا که تو دینت آباد نکرده باشی، تا که به دینت آگاهی و علم حاصل نکرده باشی. لحاظا امور دنیوی و علوم دنیوی هم ضرور است و دینی هم ضرور است و هر دویشان که در یک وقت زمینه حاصل کردن آن به تو مساعد شود، تو باید اولا علم دین حاصل بکنی که اهم است و اولا است و بعدا علم دنیا را. باز در علم دین مثلا فقه هست، یک طرف فقه عبادات است و دیگر طرف فقه معاملات است. یعنی یک طرف علم نماز، روزه و حج و زکات است و دیگر طرف علم خرید و فروش و تجارت و مضاربت و غیره است. و زمینه حاصل کردن این هر دو علم در یک وقت برای تو مساعد شده است. حالا کدام علم اولتر باید حاصل بکنی؟ کدام این دو علم باید در نخست حاصل گردد؟ پس اگر ما مقایسه بکنیم، علم عبادات و فقه عبادات را مقدم بر فقه معاملات بداریم. به همین گونه عامل و سبب هفتم سعادت و
خوشبختی این است که کارهای را انجام بده که مناسب حال تو هست، کارهای را انجام بده که از انجام آن کارها و از عهده آن کارها تو بیرون شده می توانی. مثلا برای یک مرد چی کارهای مناسب است؟ سواد داره نداره؟ برای زن کدام کارها مناسب است؟ مثلا برای یک زن کارهایی که به حالت فیزیکی و روانی و روحی یک خانم برابر باشه. من طرفدار این نیستم که یک خانم در بیرون در شاروالی کار بکنه و سرک ها را جارو بکند. من طرفدار این نیستم که یک خانم نجاری بکنه. من طرفدار این نیستم که یک خانم گلکاری بکنه. درست است، کار خوبی هست، ولی این کارها مناسب به حالت فیزیکی و روانی یک خانم نیست. لحاظ هر آن کاری که مناسب تو است، یا مثلا تو یک دانشمند هستی، استاد پوهنتون هستی، وقتی میای به بازار در اونجا سودا میخری، یک کسی تو را سودای خراب میده، تو پرخاش میکنی، جنگ میکنی، این کار مناسب حال هیچ مسلمان نیست و خصوصا مناسب حال کسانی هم نیست که اونا منسوب به سوی علم و دانش میشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان خوش آمدید به ادامه برنامه. در این قسمت حال حدیث نور را داریم. از ابو ذر و معاذ بن جبل رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: از خدا بترس هر کجایی که بودی و در مقابل بدی نیکی کن تا آن را محو نماید و با مردم به شیوه نیکو و اخلاق حسنه رفتار کن. علم ریاضی و مهارت ارتباط چگونه؟ چی فایدهش در اجتماع بر ما میرسه؟ چگونه میتونیم بگوییم که علم ریاضی مهارت است در ارتباطات؟ صحبت دکتر سبحت الله عتید را در همین مورد. ستړي مشي درنو ورونو او محترم خويندو، هغه ورونو او خويندې چې پرون مونږ سره وو، د ولسی اړیکې نه مو خبره کړې وه. په تفصیل سره وسایل مو ذکر کړي وو او بیا انټرنیټ سره طولانی زو درېدم او ما وویل چې په ولسی اړیکه کې انټرنیټ اړینه وسیله ده. انټرنیټ د چاړې مثال لري. په چاړه باندې مونږ ګټور کارونه هم کولای شو او ځینې خلک ناګټور کارونه هم ورنه کوي. د اړیکو ټول قسمونه اړین دي. ارتباط ذاتی باشه، ارتباط شخصی باشه، ارتباط عامه باشه، یا هم ارتباط ولسی باشه، همش مهم است. ما برای شما فقط یک کلی میدم که علم ارتباط شما به خیر به خوبی اگه وقت پیدا کردین را مطالعه کنید. اگه خواسته باشین که انسان موفق باشین، ارتباط، علاقمندی تان با ارتباط، یاد گرفتن ارتباط، تطبیق و عملی کردن ارتباط مهم است. از ما پرسان میشه در بعض برنامه ها که کدام مهارت زندگی بسیار مفید است به انسان ها. جواب ما بسیار واضح و صریح: مهارت ارتباط، خاصتا به جوانای ما. جوانای ما چیزای بسیار زیاد داره، چیزای مفید. کلی دادم برایتان، اگر مهارت ارتباط را یاد گرفتین به شکل تخصصی و به شکل دقیق، شما کامیاب هستین. کسایی که وقت داشته باشه، ما برنامه های تخصصی دارم در مهارت ارتباط، میشه که شما بخیر سیمینارهای بنده فقیر حاضر شوین.
ارتباط یک مهارت است، بسیار مهم است و بسیار خطرناک. دی اړیکو ځانګړتیاوې، د خلکو سره د ورځني اړتیاو پوره کولو لپاره مهمې دي، ډېر زیاتې. فعاله همیشنۍ عملیه ده د اړیکو ارتباط. د اړیکو فن تاسو ته د تعامل دروازه خلاصوي. نوې پیژندنه او همیشنۍ پرمختیا دپاره اړیکې ډېرې زیاتې اړین دي. د ریاضي علم د اړیکو د مهارت دپاره ډېر زیات اړین دی. دا څنګه؟ څومره ارتباطات چې نیول کېږي نن سبا اکثره د ریاضي د علم د وجه نیول کېږي. دا څنګه؟ تاسو یو تلیفون کوئ، صاحب نمبر تلیفون تان چند است؟ 0786 33 33 13. ریاضیات بود یا نبود؟ پس علم ریاضی ارتباطی بسیار مهم داره در مهارت ارتباط. کسی که علاقمندی داشته باشه با علم ریاضی، اینا بسیار خطرناک میباشه و بسیار فعال میباشه در علم ارتباط. یک علم است، یک دنیا است، عالم است. دی اریکو کرن لاره زالی جون گیم ز تاسو ته د اړیکو فن یا مهارت تاسو ته لیږم. ای ورونو او خویندو، تاسو ټول اخیستون کیئ، ای تلویزیون شیشو ته ګورئ، زه تاسو ته پیام لیږم خپل، تاسو یې اخلی. پیغام د ما چی دی؟ د اړیکو مهارت دی. وسیله چی ده؟ وسیله کامره ده، تلویزیون دی. برق دی که برق نوی تلویزیون نشته. دی ما پیغام که تشویش لری، کما اندخنه پیدا کیگی تاسو تا، تاسو که دیش ورباند پوی نشهی. د مثال په توګه باندې دا یو تخصصي پروګرام دی، زه کوشش کوم چې تاسو ته په ډېر عامه او په کلیواله لهجه باندې شرح کړم. بیا هم کیدای شي که څوک پوه نه شي، د هغوی په ذهن کې یو تشویش پیدا شي، کیدای شي د بعضو خلکو ذهنونه ورته ونه رسیږي، خو عادتا 99% خلک زما په خبرو باندې پوهیږي. پیغام ما ورکو، اخیستون کو پیغام واخستو. اوس منخت چی ده؟ د اخیستون کو پور ارتباط لري. زما پیغام که مثبت وی، د هغوی فعل هم د ما سره مثبت دی. د ما پیغام که منفی وی، تازه ټول به ما ته ی تلویزیون په شیشه کې چې ما ګورئ کنځل به راته کوئ او یا به راته ښیرا کوئ، خدای نخواسته که د ما د خولې نه غلطې خبرې ووځي. پیغام منفی وي، ډېره طبیعي خبر ده. هر فعل رد فعل داره. پس ما پیام خود برایتان ارسال میکنیم، شما پیام ما را استقبال میکنین. پیام ما آله مهارت ارتباط است. وسیله ما کامره است، تلویزیون است، همه چیز است. اگر پیام ما واضح باشه شما بفهمین، کدام تشویش نداشته باشه، شما 100% میگیرین. اگر تشویش باشه، گپای ما مطلوب نباشه، شما نفهمین، گاهی تشویش پیدا میشه.
باز استقبال شما اگر پیام من مثبت باشه، استقبال شما هم مثبت است. پیام اگر منفی باشه، استقبال شما هم منفی است. سبا بخیر، گپای ما و شما را تکمیل میکنیم. برایتان اوقات خوش خواسته و میخواهیم. تشکر دوستان خوبی ما، در آخر برنامه هستیم. ناگزیر حضور شما از آن مرخص شوم تا یک باز هم روز دیگر در خدمت شما قرار میگیرم. یک و یک شما را به الله یک تا بشمارم. محیط علم لدنی و صد صفات توی، فروغ چشم جهان فخر کائنات توی، نظام دولت و دین مایه ایان توی، میانه جامعه حلان مشکلات توی، ز حادثات زمانه به تنگ آمده ایم، ز حادثات زمانه با تنگ آمده ایم، غریق بر و کامین انگ آمده ایم. الهی ملک ما باد گردان، تمام دشمنان برباد گردان، برای مسلمین وحدت عطا کن، نفاق و کینه را یکسر فنا کن. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام و علیه السلام.